طرح توسعه مساجد تاریخی اهل بیت علیهم السلام در قاهره پایتخت مصر در دستور کار قرار گرفته است. استاندار قاهره از سال 2015 میلادی از سوی رئیس جمهور مصر مسئول توسعه بخش‌های تاریخی این استان شده است. به گزارش شیوز، سرلشکر محمود نصار، رئیس بخش مرمت و اسکان گفته استانداری قاهره چند طرح برای توسعه منطقه الحسین علیه السلام و سید زینب سلام الله علیها با عنوان تجدید آثار فاطمی و اسلامی در دستور کار دارد. وی افزود این طرح شامل بازسازی مسجد علی زین العابدین علیه السلام، توسعه مسجد سید فاطمه سلام الله علیها، مسجد الحسین علیه السلام و سید زینب و سید سکین علیهم السلام و همچنین مرمت مسجد احمدی می شود. به گفته محمود نصار، برای طرح توسعه این اماکن 5 میلیارد لیره مصر در نظر گرفته شده است.